در رابطه با روابط روسیه و افغانستان بیشتر بحث میکنم با آقای زمان استانیزی، نویسنده و تحلیلگر که از طریق خط اسکایپ از امریکا با ما وصل هستند. استانیزی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم در حال حاضر روسیه چه اهداف را در افغانستان تعقیب میکنه؟ سلام به شما و بیننده های شما. فکر میکنم در رابط افغانستان، بین افغانستان و هر کشور دیگر، منظور از افغانستان حاکمیت طالبان است، یک مسئله معیار است، یک مسئله رقابت. مسئله معیار همان است که یک تعداد معیارهای در جهان است که همه کشورها اونا را باید رعایت کنند تا جزو جامعه جهانی باشند، که در اونجا مسائلی که مثلا تحریم بر تعلیم و تحصیل و کار زنان و حقوق مدنی و بشری از یک نگاه است، چون هیچ کشور حاضر نیست که یک حاکمیت تازه را با این معیارها بپذیره، چون اینا در مخالفت با تمام اصول جهانی است. وقتی که از جهانی صحبت میکنیم، هم جامعه جهانی است، غرب و شرق، هم کشورهای ابرقدرت هاست و اینها، و هم جامعه اسلامی است. بنان صرف نظر از اینکه اینها خود را چی مینامند، این معیارها اگر زیر پا میشه، این تعامل کس نمیپذیره و دلیل رکود در شناخت رسمی افغانستان همین مسئله است. یکی مسئله رقابت است و اویست که به خصوص رقابت بین ابرقدرت ها، که تو اگر از روی یک استعاره فکر کنیم که یک کسی میاد در بین یک قریه خانه را ادامه کنه که امی خانه از ماست، پیش از اینکه از هر کس بود و مهم نه، حالا از ماست. حالا نه کس صاحب خانه را دیده، نه صاحب خانه دروازه را باز میکنه، و ای هم سایه اگر تلفن میکنن، اگر زنگ میزنن، هر کاری که میکنند کس جواب نمیده، منتها به شکل یک قلف است که به کلی هیچ کس باز نمیشه. بنان کشورهای دیگر در رقابت با امی مسئله متوجه هستند که خب باز ببینیم که با کلی کی این قلف باز میشه، که این کسی که یا این شخصی که صاحب خانه شده با ما در قریه تقریبا هم قریه شود. به او سبب است که تشویش امریکا از رابطه نزدیک بودن روس چیز چین با طالبان، یا فرض کنیم وقتی که سفیر افغانستان به چین میره، روس ها همی تشویش داره که گفته نمیشه که امو به اصطلاح موازنه به طرف چین زیاد شود. بنان او در قسمت رقابت است، بنان هم معیار مطرح است و هم رقابت. چند پیش شاهد ازی بودیم که به یک سخنرانی متفاوت روس ها در مورد افغانستان داشتن، با در نظر داشت از این که حداقل در دو سال گذشته تاکید بر تعامل با افغانستان میکردن، اما جدیدن گفتن که به خاطر مسائل حقوق بشری حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، و پس از او بعد از نشست همکاری های منطقه‌ای که در وزارت خارجه در کابل برگزار شد، گفته شد که روسیه از جمله کشورهایی است که به شکل بدون سر و صدا نگرانی های امنیتی خود را با حکومت سرپرست افغانستان آغاز کرده. چه توقع میتونیم از روسیه داشته باشیم؟ آیا با حل شدن نگرانی های روسیه، که همانا بحث های امنیتی در این روزها مطرح میشه، روسیه این قفل باز خواهد کرد؟ آیا روسیه میتونه از جمله قدرت هایی باشه که بالاخره پا پیش گذاشته و حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسه یا خیر؟ خب مسئله دیگه بازم در بین یعنی دو معیار چیز، دو مسئله معیار و رقابتی است که ما ضرب مسئله داریم، میگیم که در تو را میگیم دیوار تو بشنو. بعضی از نظریات که کشورهای ابرقدرت ها اینها اظهار میکنن، بعضیش به خاطر ممکن فلواقع برای یک بیان یک حقیقت و روابط و اینها باشه، بعضش به خاطر ازیست که میخوان که رقیبای خود بشنوانند، که به طور مثال تو نشان بدن که ما با طالبان در مذاکرات خود پیشرفت کردیم. خب از طرف دیگه باز مسائلی است که به هیچ صورت او نادیده گرفته نمیشه، چون افغانستان یک جزیره در جای دوردست دنیا نیست، بلکه در آسیاست.
به نان هر چیز که اینجا واقع میشه کشورهای همجوار متاثر میسازه، چی از نگاه وضع اقلیم باشه، حفظ صحه محیطی باشه، تغییر اقلیم و چی از نگاه تجارت و مسائل از این قبیل. سپاسگزارم آقای استانی زای از این که در بحث با ما بودید.